بیا برای زندگی طبیعت رو صدا کنیم، تو آسمون همدلی دلامون رو رها کنیم. یکی از مهمترین عملیات در مرحله داشت محصولات باقی و زراعی سمپاشی است. مصرف درست و بهینه سموم اهمیت بسیاری دارد. با توجه به اینکه برای تولید محصول سالم میزان سم مصرفی را باید به حد اقل ممکن و در عین حال مؤثر کاهش داد، لازم است سموم را به شیوه صحیح مورد استفاده قرار دهیم. علاوه بر نیاز به داشتن علم و دانش کافی و مشاوره با کارشناسان کشاورزی، استفاده صحیح از سمپاش ها تأثیر بسزایی دارد. اگر سمپاش درست عمل نکنه، علاوه بر مصرف بیروی سم و کاهش تأثیر سم، آثار مخربی بر محیط زیست و سلامت جامعه داره. چه بسا بسیاری از بیماری های سب العلاج و سرطان ها ناشی از مصرف بیرویه سموم شیمیایی باشه. تمام سمپاش ها برای استفاده باید کالیبره شود، به این معنی که تنظیمات قسمت های مختلف آن بر اساس استانداردهای فنی مورد تایید و تعریف شده انجام شود، تا سم درست به اندازه لازم و کافی مورد پاشش قرار گیرد. کالیبراسیون صرفاً تنظیم سمپاش برای پاشش حجم معین در هکتار نیست. بایستی اندازه ذرات سم طوری باشه یا ماندگاری ذره سم روی گیاه یا عامل مورد مبارزه طوری باشه که بهترین تأثیر رو داشته باشه و ما با حداقل مصرف سم بتونیم بهترین کارایی رو داشته باشیم. قبل از انجام کالیبراسیون لازمه که یک سمپاش قطعاتی که تشکیل دهنده سمپاش هست مورد بررسی قرار بگیره و از نظر سلامت و استاندارد بودن اون قطعات حتما چک بشه. لازمه یک کالیبراسیون هر سمپاش سالم بودن اجزای آن است. برای اطمینان از سلامت قسمت‌های مختلف حتما باید سمپاش‌ها مورد معاینه فنی قرار گیرند. معاینه فنی سمپاش‌ها توسط کارشناسان ماشین آلات و مکانیزاسیون کشاورزی انجام شود. هر گونه ایرادی در اجزای سمپاش باید قبل از استفاده آن در مزرعه و باغ برطرف شود. سلام رمضان. خوبی؟ خسته نباشی. عملیات سمپاشی رو که هنوز شروع نکردیم. خب خیلی خوب، عالی. قبل از عملیات سمپاشی خب یه سری نکات رو باید رعایت کنیم. نکات باعث میشه شما تو مزرعه هم بتونید سمپاشی بهتر انجام بدین، مصرف سم کمتر داشته باشین و به محیط زیست مخصوصا صدمه کمتر بزنیم. اگه مشکلی وجود داره که خودتون به عینه میبینین به من بگین که باز مسائل و مشکلات دیگه که شما باز در جریان نیستین و من خدمتتون بگم. آقا مهندس، دوره قبل نازلا چکه میکرد. آقای رمضان پور، خب همینطور که مشاهده میکنیم ما در این نازل و این نازل خب چکه داریم. بعد نازلای دیگه هم بررسی بشینیم ببینیم که اونا چکه میکنه یا نه. برای این کار خب بوما رو باز کن، تراکتور روشن کن و سمپاشو به کار بنداز تا بررسی بهتر انجام میشه. آقای رمضان پور خوبه. آقای رمضان پور توجه داشته باش که پاشش توی تمام نازلا باید یک نواخ باشه. خب همینطور که میبینی یه سری از نازلا هستن متفاوت با نازلای دیگه دارن پاشش انجام میدن. خب این قطعا داره مشکله. اون مشکلش چیه؟ حالا گرفتگی نازل میتونه باشه، پوسیدگی یا پارگی صافی یا اورینگاش میتونه باشه. خب آقای خاموشون، همینطور که مشاهده میکنین صافی پر شده از شن و سنگریزه. خب این شن و سنگریزه به نحوی وارد این سیستم شده که پشت این صافی قرار گرفته و عیبی که میتونه داشته باشه
ممکنه از صافی زیر مخزن که قبل از پمپ قرار گرفته و یا صافی ابتدای سیستم به حساب سمپاشی که آب از اونجا وارد میشه احتمالاً عیب از اونجاست. پس اگه این در صافی رو باز کنید که من مشاهده کنم ببینم صافیش به چه شکل هست. همونطور که مشاهده کردین درب مخزن صافی نداشت. صافی درب مخزن یکی از اساسی ترین و مهمترین بخشای ابتدایی سمپاشه، چون اگه این قسمت رو رعایت نشه زمانی که شما آب رو وارد مخزن میکنین خاشاک، شن و انواع چیزایی که مختلف وارد سیستم سمپاشی میشه و این هم باعث گرفتگی پمپ، پوسیدگی و تخریب پمپ میشه و هزینه های بسیار بالاتر و سنگینتری رو به کشاورز تحمیل میکنه. پس کشاورزان عزیز حتما در استفاده از صافی درب مخزن این نکته رو رعایت کنید که حتما صافی درب مخزن داشته باشه، چون با رعایت این نکته هیچ گونه شن، خار و خاشاکی وارد سیستم سمپاشیتون نشه و مشکلاتی رو برای پمپ و سیستم سمپاشیتون ایجاد نکنه. خب اینو در داخل درب مخزن قرار بدیم. برای معاینه فنی یک سمپاش قطعات مختلف بررسی می شوند. از جمله مخزن و متعلقات آن شامل درب، صافی، شفافیت و مدرج بودن، نداشتن نشتی در لوله ها و اتصالات، فیلتر اصلی، رگولاتور تنظیم فشار، سلامتی شاسی و پمپ، وجود قطعه محافظ نازل ها و از همه مهمتر، استفاده از نازل استاندارد و مرغوب. یکی از نکات مهمی که کشاورزا باید دقت داشته باشن و در بحث معاینه فنی خیلی بهش اهمیت داده میشه مربوط به بوم و نازل سمپاش ها هست. در بحث بوم سمپاش نکاتی که باید رعایت بشه، ابتدا این قطعه یو شکلی هست که تحت عنوان محافظ نازل ها نام برده میشه که روی دو طرف بوم سمپاش باید حتما نصب شده باشه. این قطعه باعث میشه که در حین حرکت و عملیات سمپاشی اگر احیانا بوم سمپاش با مانع یا چیزی برخورد کرد، این قطعه باعث میشه تا نازل ها هیچ گونه آسیبی بهشون وارد نشه. مورد بعدی اتصال این قسمت ابتدای بوم هست که در اینجا شلنگ رو مشاهده میکنین. شلنگ باید کاملا سالم باشه، به هیچ عنوان نباید تحت فشار باشه و بدون هیچ گونه ترک خوردگی و بدون هیچ گونه نشتی باشه. مورد بعدی ارتفاع دو طرف بوم سمپاش است که باید در یک ارتفاع دو طرف بوم سمپاش قرار گرفته باشه، که این رو هم با استفاده از متر میایم یک سمت بوم سمپاش رو اندازه میگیریم. ارتفاع بوم در این سمت بوم حدود 70 سانتی متر که این ارتفاع رو ما باید در اون طرف بوم هم داشته باشیم. خب شما اون طرف اندازه بگیر. خب همونطور که مشاهده میکنی یک اختلاف 10 سانتی بین این طرف بوم و اون طرف بوم وجود داره که این مسئله به راحتی حل میشه و با تغییر بازوی پایینی هیدرولیک تراکتور ما میتونیم ارتفاع دو طرف بوم رو به یک اندازه تنظیم کنیم و اینو مجددا دوباره از متر بررسی میکنیم که اون ارتفاع مورد نظر و یک سانت به دست اومده باشه. خب سوار تراکتور بشین و خیلی به صورت آهسته بازوها رو یه مقدار میزون کنین تا دو طرف بوم کاملا تنظیم به یک اندازه در بیاد. خب در این مرحله بازوی تراکتور مجددا جابجا شد و تنظیم شد. حالا ما باید دو طرف بوم رو باز دوباره اندازه بگیریم که ارتفاع دو طرف بوم یکسان باشه. خب ارتفاع در این سمت بوم 40 سانتی متر هست. ما در اون سمت هم باید عدد 40 سانتی متر رو داشته باشیم. چلا
مسئله دیگه‌ای که در سنپاش‌های بومدار زراعی اهمیت داره فاصله بین نازل‌ها است که در تمامی سنپاش‌های بومدار این فاصله باید 50 سانتی متر قرار باشه و اون رو هم باید برای تمامی نازل‌ها با متر اندازه بگیریم. فاصله این نازل تا این نازل عدد 50 سانتی متر هست. برای نازل بعدی هم باید بررسی بشه این فاصله. این هم عدد 50 رو نشون میده و ما بررسی که انجام دادیم تمام نازل ها رو اندازه گرفتیم و عدد 50 سانتی متر برای تمامی نازل ها به دست اومد. خب برای رفع مشکل مربوط به عدم قرار گرفتن بوم سنپاش در یک راستا، این مشکل مربوط به قسمت ضربگیر بوم سنپاش میشه که اون هم به این علته که اتصالات و فنر داخلی که در این پوسته قرار گرفته دچار پوسیدگی شده و با یک جوش ساده و در قسمت پایین پین فنر میتونیم این مشکل رو برطرف کنیم. یکی دیگه از مواردی که در بحث سنپاش‌های بومدار باید ارزیابی بشه، خب شفاف بودن مخزن سنپاش هست، زیرا زمانی که ما حجم معینی از محلول سم و آب رو به داخل مخزن سنپاش وارد می‌کنیم، ما باید برای اینکه متوجه بشیم حجم میزان سمی که در قرار در مزرعه استفاده بشه چقدر هست، باید از روی خطوط مدرجی که روی مخزن سنپاش قرار گرفته حجم اون رو تخمین بزنیم و بر همین دلیل باید مخزنی که استفاده میکنیم شفاف باشه. مورد بعدی اتصالات مربوط به زیر مخزن هست که هیچ گونه نشتی نباید داشته باشه و نکته دیگه همینطوری در بحث سنپاش های سوار شونده بازوهای اتصال مربوط به تراکتور و سنپاش میشه که این بازو هم باید سالم باشه. همینطور که مشاهده میکنید سنپاش مورد نظر ما جزو سنپاش های سوار شونده هست که از طریق دو بازوی اتصال پایینی تراکتور و بازوی وسط متصل میشه و با استفاده از سیستم هیدرولیک تراکتور میتونیم ارتفاع سنپاش رو تغییر بدیم و در مزرعه متناسب با نوع محصول در اون ارتفاع مورد نظر با استفاده از سیستم هیدرولیک اون رو تنظیم کنیم. پس حتما باید دقت بشه که سیستم هیدرولیک تراکتور سالم باشه، بازوها در راستای پین‌های مربوط به اتصال اون به خوبی قرار گرفته باشن و همینچنین شافت PTO‌ای که برای جهت انتقال نیرو از تراکتور به پمپ استفاده میشه هم باید شافت PTO سالم باشه و تا بتونه به خوبی نیرو رو از طریق تراکتور به پمپ جهت عملیات سنپاشی انجام بده. یکی دیگه از قسمت‌های مهم در کلیه سنپاش‌ها شیر رگولاتور یا شیر تنظیم فشار هست که وظیفه این شیر هدایت محلول سم رو به سمت نازل‌ها داره و به عنوان یک شیر به صورت برای قطع و وصل کردن خروجی سم به نازل عمل می‌کنه که ما با استفاده از این شیر میتونیم هم میزان فشار و دبی خروجی نازل ها رو تنظیم کنیم و این شیر داره یک فشار سنج هست که با تغییر فشار اون ما باید فشار مورد نظر رو روی فشار سنج مشاهده. نتیجه استفاده از یک سنپاش ناسالم این است که یا سم کمتر از مقدار مؤثر به گیاه میرسد که ضمن بی تأثیر بودن آن آلودگی محیط زیست و خزینه های گزاف سنپاشی را برای کشاورز به همراه دارد و یا موجب پاشش بیشتر از اندازه سم می شود که به سلامتی محصول آسیب می زند و در نتیجه سلامتی مصرف کننده به خطر می افتد. خوب است بدانیم کالیبراسیون سنپاش صرفاً پاشش حجم معین در هکتار نیست، بلکه اندازه ی ذرات سم، یک نواختی پاشش یا پراکنش مناسب و توجه به کاهش بادبردگی هم از مرسومات آن است. یکی دیگه از مسائل مهم در بحث ارزیابی سمپاش ها اندازه‌گیری میزان دبی یا خروجی هر نازل هست که برای تمامی نازل ها باید این بررسی انجام بگیره و در تمامی نازل ها باید به یک اندازه باشه. دبی هم تحت اون به صورت اون میزان خروجی محلول سم یا آبی که از نازل در واحد دقیقه خارج میشه رو تحت عنوان دبی نام میبرن
که برای اندازه‌گیری دبی هم ما با استفاده از یک ظرفی که حالا یا میتونه مدرج باشه یا اینکه داره یه حجمی که ما بدونیم مقدار اون چقدره، به عنوان مثلا این ظرفی که در دست من قرار گرفته حجم 1 لیتر رو داره، ما میایم این رو زیر ناظر قرار میدیم و میزان خروجی اون رو در واحد زمان محاسبه میکنیم. خب تراکتور و سمپاش رو روشن کنیم تا میزان خروجی رو برای ناظر حساب. هر موقع گفتم حالا خب ما میزان خروجی را برای این نازل حساب کردیم. این عمل رو ما باید برای تمامی نازل ها انجام بدیم، یعنی تک تک نازل ها 16 نازلی که روی این سمپاش وجود داره به همین شکل باید با استفاده از زمان و یه ظرف خاص این عمل پر شدن ظرف انجام بگیره تا ما برای تک تک نازل ها بتونیم میزان خروجی رو که خودش دارای یک سری فرمول هست که با استفاده از جداولی که وجود داره متناسب با نوع نازل سمپاش و همچنین نوع پمپ باید بررسی بشه و باید میزان خروجی که ما برای هر نازل به دست میاریم با اون عددی که در جداول مربوطه وجود داره با هم برابر باشه یا اینکه اختلاف خیلی جزئی داشته باشه. همکاری و توافق افراد در بخش‌های مختلف مرتبط با کشاورزی بسیار مهم است، همچون تولید کننده سمپاش، کشاورز و کارشناسان کشاورزی. برای رسیدن به این هدف، طرحی از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در حال انجام است که با بهره‌گیری از نیروهای متخصص ماشین‌آلات و مکانیزاسیون ارتباط کشاورز با کادر علمی برقرار می‌شود و همچنین داشتن مجوز معاینه فنی سمپاش برای کشاورزان الزامی است. اجرای طرح معاینه فنی سمپاش‌ها در واقع سومین کاری است که توسط کارشناسان متخصص حوزه مکانیزاسیون و ماشین کشاورزی انجام میشه. اولین طرح معاینه فنی کمباین ها بود و مرحله بعد طرح پلاک‌گذاری تراکتور ها و الان که سومین کار تخصصی کارشناسان حوزه مکانیزاسیون و ماشین کشاورزی یعنی طرح معاینه فنی سمپاش ها هست، انتظار میره که مدیریت جهاد شهرستان ها و کشاورزان عزیز در این طرح دست کارشناسان ما رو به گرمی بفشارند. در این طرح تولید کنندگانی مورد تایید سازمانند که معاینه فنی سمپاش های تولیدیشان تحت نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی انجام شده باشد. این تولید کننده ها همچنین خدمات پس از فروش به کشاورزان و مصرف کنندگان ارائه می دهند و در صورت بروز ایرادات فنی در دستگاه سمپاش برای رفع آن همکاری لازم را با کشاورزان و کارشناسان دارند. عرضم به خدمت آقای مهندس، کلیه آیتم های مربوط به معاینه فنی توی سمپاش بررسی شد. بیشتر موارد مناسب بود و هیچ مشکلی نداشت جز تعداد معدودی مثل درب مخزن، یه سری از مربوط به گرفتگی نازل ها بود و همچنین ارتفاع دو طرف بوم سمپاش که اینا همه به صورت سرمزرعه‌ای اصلاح شد و هیچ مشکل عمده‌ای که بخواد باعث جلوگیری از معاینه فنی و برچسب معاینه فنی باشه توی سمپاش مشاهده نشد. حالا واسه شما بررسی های بیشتر رو انجام بدین اگه موردی داره که باز اصلاح کنه. خب چه مواردی توی این سمپاش بود بررسی شد؟ خب با توجه به اینکه موارد رو شما چک کردین، خب شما دیگه مجازین که برگ معاینه فنی رو بچسبونی به سمپاش تا ایشون بتونه کارش رو شروع کنه. خب شما دیگه از این بعد مجازین که سمپاشتون رو شروع کنید. خسته نباشید، خدا نگهدار. یه باوری غلطی بین کشاورزان عزیز وجود داره که
ما خودمون سوابق زیادی در کار کشاورزی داریم و نیازی به کار کارشناسی نیست. اگر که دقت کنیم میبینیم که سال به سال که عملکرد محصول ما افزایش پیدا میکنه یا اینکه تراکتورهای ما ارتقا پیدا میکنن به لحاظ سیستمی، این همه کار کارشناسی کارشناسای فنی و مکانیزاسیون یا ماشین کشاورزی بوده. الانم که کارشناسای ما دوره‌های کافی رو دیدن، تخصص لازم رو به صورت عملی به دست آوردن، میتونن کمک بسیار زیادی در کاهش هزینه ها و ارتقای سطح کیفی محصول انجام بدن. بذار خواهشمونه که کارشناسای سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی خراسان رضوی که به مزارع چون رجوع میکنن همکاری لازم رو داشته باشن. برای استفاده کمتر از سموم در زمان تست و معاینه فنی سمپاش به جای سم از آب استفاده کرد. همه می دانیم که در هنگام سمپاشی باید نکات و اصول ایمنی را رعایت کرد. لازم است که حتما از لباس کار مخصوص سمپاشی، ماسک و عینک، دستکش مناسب و چکمه استفاده شود. یکی از سمپاش‌هایی که در زراعت کاربرد وسیعی داره سمپاش‌های توربینی زراعی یا اصطلاحاً توربولاینر است. در این نوع سمپاش علاوه بر فشار پمپ که مایع سم رو هدایت می‌کنه به سمت نازل، توسط توربینی که جریان شدید هوا ایجاد می‌کنه سم رو به صورت افقی تا برد 30 متر تقریبا هدایت میکنه و برای مبارزه با آفات و مزارعی که امکان ورود تراکتور به داخل مزرعه وجود نداره این سمپاش دستگاه مناسبی است. در رابطه با نکات فنی که در این سمپاش باید رعایت بشه و تفاوتی که با سایر سمپاش های پشت تراکتوری داره، بحث توربین و آرایش نازل هایی که در خروجی خرطومی توربین در واقع قرار میگیره بایستی بهش توجه بشه. خب ما یک سری نازل در محیط داخلی خرطومی هوا داریم که در واقع این نازل ها الگوی پاششش به صورت مخروط توخالی یا گرد پاش هست. در این نوع نازل در واقع که به صورت نازل های سرامیکی هست، شماره مختلف نازل قابل استفاده هست که طبق جدولی که برای کالیبراسیون سمپاش هست بایستی در واقع نازل مناسب نصب بشه روی سمپاش. علاوه بر نازل هایی که داخل خرطومی هست، یه سری نازل برای مسافت نزدیک سمپاش که در معرض جریان شدید هوا نیست سمپاشی کنه، نازل هایی هست که به اسم نازل کنازن معروف هست. این نازل ها اندازه شون از نازل های اصلی بایستی کوچکتر باشه و تا حد امکان در واقع ریس کردن ذرات سم رو فقط با فشار پمپ انجام میده. به همین دلیل بایستی متفاوت از نازل های داخل خرطومی هوا باشه. در طرح اجرایی سازمان نظام مهندسی سمپاش های گوناگونی مورد معاینه فنی قرار میگیرند، مثل سمپاش بومدار، سمپاش توربینی باقی و توربینی زراعی. یکی از بهترین سمپاش هایی که برای باغات مورد مصرف داره سمپاش های توربینی باقی هست. تفاوت سمپاش توربینی باقی با توربینی زراعی در شکل و نوع فن هست که در این سمپاش توربینی باقی پاشش به صورت شایی هست. البته در این نوع سمپاش هم سمت دو مرحله ریز میشه، یکی توسط فشار پمپ و خروج از نازل و یکی هم در واقع جریان شدید هوا هست که ضمن ریزتر شدن ذرات سم پاشش شعایی و هدایت به سمت درخت رو انجام میده. عرض مؤثر پاشش در این نوع سمپاش ها 6 تا 8 متر هست و با توجه به سرعت حرکت تراکتور در داخل باغ،
سرعت عمل بالایی داره و نیاز به کارگر و هزینه های کارگری رو به شدت کاهش میده. مافیای تامین و توزیع سم سعی در ترغیب کشاورزان به استفاده بیشتر از سموم کشاورزی دارن تا بدین وسیله سود بیشتری به جیب بزنن و کشاورزان تمایل دارن که درختان میوه یا زراعتشون توسط محلول سمی کاملا شسته بشه و هیچ حساسیتی نسبت به ریختن قسمت اعظمی از این سم به داخل خاک یا آب و یا بادبردگی این سموم ندارن. در اینجا جا داره تاکید کنم که یک سمپاش غیر استاندارد و خراب از هر آلاینده‌ای برای محیط زیست و سلامت جامعه خطرناک‌تره. بنابراین از کشاورزان عزیز استدعا داریم که تولید محصول سالم و حفاظت از محیط زیست رو سرلوحه کار خودشون قرار بدن و در طرح معاینه فنی سمپاش‌ها مشارکت لازم را داشته باشند. امید است که ما با همه افرادی که در تولید و صنعت کشاورزی فعالیت دارند، با همکاری مؤثر و کارآمد با کارشناسان و استقبال از طرح‌های علمی بتوانیم به تولید محصول با کیفیت‌تر، سالم و با عملکرد بالاتر کمک کرده و به سمت استقلال و خودکفایی بیشتر حرکت کنیم. خورشید میکنه صورت ماه زمین، به چشم آب رو میدن از عرق پاک جبین، دهکده در میهن من مثل یه قلب با صفاست، نفس نفس ترابتش بارون رحمت خداست.